سلام. در این ویدیو یا ممکنه بیش از یک ویدیو هم بشه، فعلا ذهنیتی ازش ندارم، نمیدونم. قصد دارم در ارتباط با علوم تجربی دوره دبستان مقداری با برصورت دوستانی که به چنین مطالبی نیاز دارن صحبت بکنم. این گروه از دوستان میتونن دانش آموزان همین مقطع ابتدایی باشن که به دلیل به هر صورت بتونن از این گفتار استفاده بکنن، و یا افراد بزرگسالی که به هر دلیلی حالا یا این آموزش ها رو ندیدن، دور بودن، یا به هر دلیلی به هر صورت نیاز به چنین آموزش ها و مطالبی دارن. تلاشم بر اینه که هر دوی این دست دوستان عزیز، چه خردسالان در صورت دانش آموز و چه بزرگسالان، بتونن از مطالب این گفتار استفاده بکنن. من این نگاهی به کتاب‌های علوم تجربی دوره ابتدایی کردم، از طریق اینترنت گرفتمش، نگاهی بهشون کردم. تقریبا تا سال چهارم ابتدایی تقریبا مطلب خاصی عنوان نشده، مگر همین مطالب ساده‌ای که به هر صورت قطعا تشخیص داده شده که بچه ها، کودکان به چنین مطالبی نیاز دارن، مثل برصورت آشنایی با حیوانات مختلف، چجوری دستاتونو بشورین، نمیدونم، نظافت و یه سری مسائل برصورت به این شکل. اما از سال چهارم، یعنی چهارم و پنجم و ششم، یک مقدار مطالبی در زمینه این ستارشته برصورت اساسی فیزیک، شیمی و زیست شناسی مقداری مطالب رو بر صورت ارائه کرده. من هم قصدم در واقع همون مطالبی است که در اون سه سال آخر، یعنی دوره‌های چهارم و پنجم و ششم و ابتدایی بهش اشاراتی شده، و البته شاید مقداری هم بار مطالب علمیش رو بر صورت بیشتر بکنم، چون که اصلا با یک روال دیگه یا میخوام این مطالب رو عنوان بکنم، نه بر مطابق سرفصل هایی که این کتاب ها چیز کردن. نگاهی کردم برشت به مطالب اینها در حدود این مطالب، حالا شاید هم این مقدار بالاتر، میخوام برای این دوستان عزیز صحبت بکنم. اما به هر صورت مطالب مطابق این کتاب ها نیست و مطالب رو از ذهن و دیدگاه خودم دارم بیان میکنم، اون چیزی که احساس میکنم که به هر صورت از علوم تجربی دوره ابتدایی افراد نیاز دارن که ازش اطلاع داشته باشن. خب، اما قبل از هر چیزی اول یک توضیحی بدم راجع به این که اصلا ببینیم این علوم تجربی اصلا یعنی چی؟ یعنی چی علوم تجربی؟ دوستان عزیز توجه داشته باشید که این واژه علوم و این علوم تجربی و این بحثی که ما اصلا امروزه به اسم علم میشناسیم، در واقع تاریخ تولدش حدود 300-400 سال، تقریبا 400 سال بیشتر نیست، یعنی تقریبا مربوط به 400-500 سال اخیره، 400 سال اخیره. و چیزی که تحت عنوان علم در قبل از این ازش صحبت میشد، بر صورت مطالب دیگری بود که مشمول این چیزی که ما امروزه ازش به عنوان علم استفاده میکنیم و در مدارس و دبیرستان ها و دانشگاه ها باش سر و کار داریم نبوده. یعنی این چیزی که ما الان در مدرسه، دبیرستان و دانشگاه تحت عنوان علم و به ویژه علوم تجربی باش آشنا میشیم، تاریخ تولدش حدود 400 سال پیشه. بشر همینجوری که میدونید، این بشری که منصورت از گونه ما هست، چیزی حدود تقریبا حدود 100 هزار سالی که ما در واقع میشه گفت که روی زمین داریم زندگی میکنیم، بشری که از نوع ماست. قبل از ما هم انسانهایی بودن که انسانهای منصورت قبل از ما بودن با درجه تکامل این مقدار متفاوت، احتمالا اسماشون رو شنیدید، انسان‌های مثلا ناندرتال. به هر صورت حالا اون دیگه بحث تکاملی که ما واردش نمیشیم،
اونها فرض بفرمایید ممکنه حدود چند میلیون سال هم اگر برگردیم، مثلا فرض بفرمایید به میلیون سال هم برسه، ولی گونه ما چیزی حدود 100 هزار ساله که در واقع به ما میگن انسان هوشمند، حالا گرچه همچین هوشمند هم نیستیم، یا مثلا انسان خردمند، به هر صورت به نظر نمیاد ما انسانهای خردمندی باشیم، ولی به هر صورت به ما میگن که انسان خردمند، گونه انسان خردمند. ما ها چیزی حدود 100 هزار سال تقریبا که روی کره زمین ساکن شدیم و به هر صورت داریم زندگی میکنیم. خب این انسان گونه ما انسان خردمند فرض بفرمایید در 50-60 هزار سال پیش در حد اکثر مثلا فرض بفرمایید گروه های 40-50 نفره به سختی این بر اون بر جاهای مختلف سکونت میکردن، که در واقع همه اینا هم از افریقا شروع شدن، پخش شدن در بقیه نقاط جهان با گروه های کوچیکی، حالا مهاجرت میکردن این بر اون بر 40-50 نفر مثلا یک جا زندگی میکردن. خب این انسان ها هیچ چیزی از دنیا، از محیط اطرافشون نمیدونن، به شدت هم میترسن از همه چی. چرا؟ چون هم فوق العاده ضعیفن نسبت به بقیه حیوانات. خب شما حیوانات اون زمان در نظر بگیرید، چه حیوانات عظیم الجثه ارشد پرقدرتی، حالا یک انسان ضعیف هم اونجا آچه اینها شده. بنابراین به شدت هم از همه چی میترسیدن، به شدت در خطر بودن، نه قدرت جنگ با اینا رو داشتن، ولی خب چیزی که داشتن ارشد خدمت شما مقداری عقل و هوش و ذهن بود و دو تا خاصیت خیلی مهم، اینکه برخلاف بقیه حیوانات روی دو تا پا زندگی میکردن، یعنی حرکت میکردن، دیگه لازم نبود روی چهار دست و پا حرکت بکنن، میستادن، دستاشون هم آزاد بود برای کار کردن برخلاف همه حیوانات که ناچارن از دستاشون هم برای ایستادن و راه رفتن استفاده بکنن. دستا هم که دستای بسیار خوب و خوش ساختی برای ابزارسازی و کارهای ظریف. بنابراین اینها باعث شد که حالا بتونن یواش یواش بر محیط مسلط بشن، یواش یواش بر خلاف بقیه حیوانات از آتش نترسن. تنها حیوانی که از آتش نمیترسه در واقع انسانه. تونست بره وقتی درختی مثلا دید آتش گرفته در اثر صاعقه رعد و برق چیزی، بگیره دستش ببینه میشه مثلا این دستم گرفت، و بعد متوجه شد که این وقتی دستش باشه دیگه حیوانات دیگه طرفش نمیان، امنیت پیدا کرد. یواش یواش اومد تو کنار غارش هم تونست آتیش درست بکنه. بنابراین در پناه این امنیتی که پیدا کرد، حالا شروع کرد راجع به چیزایی که دور و برش میدید فکر میکرد. خب چیزی نمیدونست. از حالا شما نگاه نکنید ما با خودمون که این همه اطلاعات مختلف از دنیا داریم، هیچی نمیدونست، هیچ چیز خبر نداشت، از هیچی نمیدونست. نگاه میکرد به آسمون، خورشید میدید، بعد میدید که بعد از ظهر که میشه این خورشید میره پایین. خب خورشید کجا میره؟ یه دشون میدیدن که آره داره مثلا میره پشت کوه، یه دون برتر میدیدن که میره زیر دریا. ارشد خدمت شما، خب اگر رفت پشت کوه یا رفت زیر دریا، پس چرا فردا صبح از همینجا بیرون نمیاد؟ از پشت سر یه جا دیگه بیرون میاد؟ اینا همه تو ذهنشون بود، این سوال ها به ذهنشون میرسید ولی جوابی هم براش نداشتن. با آسمون نگاه میکردن ستاره ها چی هن؟ این رعد و برق ها چیه؟ طوفان چیه؟ این سر و صدا ها چیه؟ همه اینها سوال هایی بود که جوابی براش نداشتن. منتها خب آدمی دادن بالاخره میخواد یه چیزی، یه جوابی داشته باشه براش. بنابراین شروع میکردن راجع به این قضایا حدس زدن، خیال کردن، خیال پردازی کردن. مثلا ستاره های آسمون که میدیدن میگفتن که خب اینها احتمالاً چجوری ما مثلا شب چشم سگ و گربه و اینها رو براق میبینیم، مثلش که نور میبینیم، اینا هم لابد یک آدم های خیلی بزرگی هستند تو آسمون و این هم چشماشونه. یواش یواش اسم اینها هم گذاشتن خدایان آسمان. خیلی هم ازشون میترسیدن چون میگفتن اینا هر وقت عصبانی بشن رعد و برق و طوفان و بارون و این چیزها خلاصه را میندازن. یا مثلا وقتی که مریض می شدن که دلیل مریض شدنشون رو نمی دونستن، با خودشون می گفتن که چجوری ما حیوان ها رو وقتی سرصدا می دیم جیغ می زنیم فرار می کنن، شاید اگه سرصدا رو درست بکنیم، آتیش درست بکنیم، دود را بندازیم، از این کارا بکنیم، مثلا مریضمون هم حالش خوب بشه، یا اگه خودمون مریض شدیم خوب بشه.
بنابراین در واقع با این جور کارها سعی میکردند مشکلاتشون رو حل بکنن و از دنیا هم از طریق این چیزها خبر داشتن. بنابراین یواش یواش اون کسایی هم که به این چیزها حالا فرصت بیشتری داشتن فکر میکردن، مثلا میگفتن جادوگرا. بنابراین تو این 40-50 نفر یه نفر که بهتر مثلا سرصدا در میورد، آتیش درست میکرد، از این کارا میکرد یا به این چیزها بیشتر سعی میکرد فکر بکنه، بهش میگفتن جادوگر قبیله. مشکلی چیزی داشتن، سوالی داشتن، از این میپرسیدن. این هم یه چیزایی که به ذهنش میرسید میگفت. مثلا میگفت حالا مثلا سرما خوردی، مثلا دور آتیش بودو مثلا. خب پس بنابراین این داستان ادامه پیدا کرد تا حالا یواش 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 سالهای بسیار زیادی گذشت و در واقع انسان‌ها یواش یواش تونستن یه چیزایی یاد بگیرن. یواش یواش به قول معروف از داستان جادوگری و این جور خیالات اینجوری اومدن بیرون و دیدن نه، دنیا یه شکل دیگه است. بعد به همین ترتیب هزاران سال گذشت. بعدها یواش یواش ادیان مختلف پیدا شدن. حالا ادیان مختلف هم برای برخی از سوالات آدم ها جواب هایی داشتن. مثلا فرض کنید انسان وقتی که با خودش فکر میکرد ما از کجا اومدیم، وقتی که مردیم چه اتفاقی میفته، یا نمیدونم خورشید کجا میره، ستاره ها چی هن، این چیزا بود دیگه. خب اینها رو برای اینها حالا ادیانی هم که پیدا می شدن برای اینها، اونها هم جواب هایی داشتن. پس بنابراین دورانی هم بود که در واقع تمام منبع این که انسان به این سوال هایی که جوابی براشون نداشت چیزی ازشون به هر صورت بهش گفته بشه، ادیان بود که راجع به خلقت، راجع به نمیدونم از کجا آمدیم، بعد از مرگ به کجا میریم، خورشید، ستاره ها، ماه و آسمان و این چیزها، و هر صورت اونها مطالبی رو میگفتن. خب این قضایا به همیشه یک ادامه داشت تا چیزی حدود 3-4 هزار سال پیش. از 3-4 هزار سال پیش، تقریبا 3-4 هزار سال پیش، حالا ممکن نداشتیم برون بر باشه، یواش یواش انسان ها به کشاورزی دست پیدا کردن. یعنی موفق شدن بفهمن که میشه برای به دست آوردن غذاهاشون گیاهای رو بکارن، مثلا گندم رو بکارن، نمیدونم درخت ها رو، اینایی که میوه دارن یه جوری بکارن، پرورش بدن و ازشون استفاده بکنن. منتها بعد متوجه شدن که این فصل کاشتن این مثلا گندم و برنج و نمیدونم هر شبت همه این گیاهان مختلف زمان خاصی داره. یعنی همیشه نمیشه اینا رو کاشت و فکر کرد که اینا سبز میشن. موقعی هم که میخوای محصولتون رو بگیری زمان خاصی داره. بنابراین یواش یواش متوجه شدن که نیاز دارن به اینه که زمان رو به دقت بشناسن. خب یکی از راههایی که برای تاریخ و زمان در اختیار انسان‌ها قرار داشت و هنوزم قرار داره، نگاه کردن به ماه. یعنی شما با نگاه کردن به ماه که میدونید از یه حالت باریک شروع میشه، یواش یواش کاملا دایره میشه، تقریبا 14 روز طول میکشه و بعد دو مرتبه 14 روز طول میکشه دو مرتبه از حالت کامل دایره برگرده و تقریبا هلالی بشه و ماه بشه. خب با این استفاده از این نگاه کردن به ماه متوجه شدن که بله، تقریبا هر 30 روز ماه یک دور به شکل کامل در میاد، دو مرتبه برمیگرده به حالت اولش. بنابراین اسمش گذاشتن ماه که شد 30 تا شبانه روز. خب آمدن چیکار کردن؟ آمدن تقویمشون و کاراشون رو بر حسب این تقویم ماهی یا به اصطلاح قمری برنامه ریزی کردن. ولی بعد یواش یواش متوجه شدن که این جور در نمیاد. یعنی مثلا چرا؟ مثلا حساب میکردن که خب الان متوجه تغییر فصول شده بودن، الان دیگه میدونیم فصل بهار داریم، پاییز داریم، زمستان داریم، تابستان داریم، اینا رو متوجه شده بودن. مثلا میدونستن که یه محصولی رو بایستی اول بهار بکارن. خب
وقتی با حرکت ماه حساب میکردن، تاریخ ها نگه میداشتن، میدیدن که این یواش 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 هوا شده مثلا زمستان، هوای برفیه، ولی از نظر تقویم ماه الان میگه بهاره. خب دیدن این جور در نمیاد، بنابراین تقویم قمری دقت لازم رو براشون نداشت، پس مجبور شدن رو بیارن به یک سری محاسبات، حساب و کتاب بیاد تو کارشون، و رفتن سراغ خورشید. دیدن که حالا اگر با خورشید تاریخ رو نگه دارن، تقویم رو نگه دارن، حساب و کتابش رو بکنن، خیلی دقیق تره. یعنی چی؟ یعنی شما اگر غروب خورشید یه جایی باشید نگاه بکنید، غروب خورشید امروز نگاه کنید، جایی که غروب میکنه علامت بزنید. حالا مثلا با امکاناتی که ما الان داریم شما میتونید یه عکس بگیرید یا نقاشی بکنید ببینید خورشید کجا دقیقا غروب میکنه. خب بعد بیاید ماه دیگه ببینید خورشید کجا غروب میکنه، بعد ببینید ماه بعدش کجا غروب میکنه. شما متوجه میشید که این خورشید که غروب میکنه، این یواش یواش از اون منطقه غروبش میره به سمت راست، دو مرتبه بر میگرده به نقطه اولش، دو مرتبه میره به سمت چپ، دو مرتبه بر میگرده. خب حالا از روی محل طلوع و غروب خورشید انسان ها متوجه شدن که حالا خیلی خیلی با دقت بسیار زیادی میتونن بفهمن که الان چه وقت از ساله، یعنی الان بهار، پاییز، تابستان، زمستانه، اونم با دقت بسیار زیادی. یعنی اگر الان فهمیدن که اول بهاره و وقتی است که بایستی مثلا تخم رو بکارن که سبز بشه، هوا هوای اول بهاره، هر جا دیدن خورشید طلوع میکنه اونجا رو علامت میزنن. حالا این جا به جا میشه، ولی هر وقت برسه به اون نقطه دقیقا میشه همون تاریخی که سال گذشته بوده، دیگه پس و پیش نمیشه. خب پس بنابراین تا در واقع رفتم به سمت محاسبات بر مبنای خورشید. خب همه اینها نیاز به حساب و کتاب داره، نیاز به دانش داره، نوشتن داره، خط کشیدن داره. بنابراین یواش یواش دانشی به نام ریاضی و به خصوص بخش هندسش شکل گرفت. یعنی حالا تونستن، انسان تونست یه پله برداره به سمت علم و دانش. خب بعد از اینکه از این مرحله هم انسان رد شد، یعنی رسید به این مراحل و دیگه حالا دقیق تر نسبت به یک سری چیزا فکر میکرد، که این تقریبا برمیگرده به حدود مثلا 2500 سال پیش. از 2500 سال پیش تا تقریبا 500 سال پیش انسان به یک سری چیزها باور داشت و عقیدش این بود، همه آدم های روی زمین های نکفه کنی یک عده، همه انسان کلن دیدگاهش این بود که انسان ها میتونن و باید با فکر خودشون و با به اصطلاح عقل خودشون راجع به چیزهایی که دور برشون میبینن قضاوت بکنن، هرچی که عقلشون گفت اون رو بایستی قبول بکنن. خب این چیز خیلی خوبیه، یعنی اینکه انسان به این مرحله رسیده بسیار بسیار چیز خوبیه، اما یه اشکالی داشت، اون این بود که نیازی به آزمایش و تجربه چیزایی که تو ذهنشون فکر میکردن نمیدیدن. مثلا از چند هزار سال پیش، از خیلی هزار سال پیش خلاصه قدیم، بشر همیشه فکر میکرد که خب یک چیز سنگین، یک سنگ سنگین و یک سنگ سبک، اینا رو اگه با هم ول بکنه، خب که بدیهیه دیگه، هر کسی میبینی که سنگ سنگین، مثلا اینقدر سنگی با یه دونه مثلا نخود من اینجا ول بکنم، خب معلومه سنگ سنگین زودتر میخورد به زمین. خب یا مثلا فرض بفرمایید شما تو آسمون هر کس نگاه بکنه میبینه که خورشید داره دور زمین میچرخه، صبح یه جو در میاد، میاد زور بالا سرتون، حرکت میکنه میاد پایین. خب گفتن که خب هر آدم عاقلی که عقلش سالم باشه میبینه که خورشید داره دور زمین میچرخه، این دیگه بدیهی است، یک واقعیتی که باید بپذیریم، هر کس بگه نه لافو دیوانه است. خب راست هم میگفتن دیگه، خورشید داره میچرخه دور ما میچرخه. خب ولی
این داستان که چیزی حدود 2000 سال حتی بیشتر دوام داشت، رسید تا حدود تقریبا 400 سال پیش. یک شخصی به نام گالیله اومد با یک کار بسیار ساده و هوشمندانه داستان این چند هزار سال تفکر بشر رو به کلی باطل کرد و ریخت دور. یعنی چیکار کرد؟ یعنی پاشد اینا رو برد در ایتالیا، یک برجی است حتما میدونید، برج کجی است به نام برج پیزا که ساخته شده ولی یکم کج شده، رفت بالای این برج و دو تا شیء سبک و سنگین رو با هم در یک لحظه انداخت پایین. بعد به اونایی که پایین برج بودن گفت خب حالا شما بگین کدومشون زودتر رسید. اونایی که پایین بودن میدیدن که اینا با هم رسیدن پایین، ولی خب براشون خیلی سخت بود باور بکنن. میگفتن نه ما چشممون اشتباه کرده، مگه میشه سنگینه بایستی زودتر بخوره زمین، ما داریم اشتباه میکنیم، حاضر نمیشدن قبول بکنن. ولی بالاخره گالیله موفق شد بهشون ثابت بکنه که آقا ببین داستان اینجوری است، سبک و سنگین اینها با هم به زمین میرسن. نتیجه این که اون چیزی رو که ما میبینیم ممکنه درست نباشه، بایستی آزمایش بکنیم ببینیم آیا حالا اون چیزی رو که ما حدس میزنیم تو فکرمون هست واقعا در عمل و در آزمایش هم درسته یا نه. یا مثلا خب چیزی که ما در عمل میبینیم خورشید داره دور زمین میچرخه، ولی در همان زمانهای گالیله یواش یواش، البته قبلا هم عده‌ای به این، حتی در چند هزار سال پیش هم عده‌ای به این افکار رسیده بودن، به این نتایج رسیده بودن، ولی حالا بحث ما نیست. ولی در همون هول و هوش گالیله بود که عده‌ای هم متوجه شدن که بله خورشید نیست که داره دور زمین میچرخه، زمین داره دور خورشید میچرخه، و چون دور خودش هم میچرخه ما خیال میکنیم خورشید داره دور ما میچرخه. که حالا اینا در بحث های مربوط به خودش دقیق تر براتون توضیح میدم. خب نتیجه این شد که از حدود 400 سال پیش به این طرف یه دفعه یک چیز جدید متولد شد، یعنی علم به مفهوم امروزی. خب که چی میگه؟ که میگه باید چیزی رو که تو ذهنت تصور میکنی آزمایش بکنی. اگر آزمایش اون چیزی رو که شما تو ذهنت فرض کردی تایید کرد قبولش بکنی، اگر آزمایش تاییدش نکرد اون چیز درست نیست. حتی اگه شما عقلت بگه درسته، آزمایش باید بگه. این بود که علوم تجربی جدید شروع شد به مفهومی که ما داریم. پس علوم تجربی اسمش مشخصه، باید با تجربه به دست بیان، با تجربه جواب بدن. اینها تاریخ تولدش چیزی حدود 400 سال پیشه. از 400 سال پیش علوم تجربی به دنیا آمدن. خب پس حالا درسی که ما به عنوان علوم تجربی میخونیم پس مشخص شد که باید مطالبش توسط تجربه ثابت بشه. اونم تازه شرطی هم داره، اونم شرطش اینه که این تجربه رو فقط من تو خونه خودم برای خودم نتونم انجام بدم، یعنی این تجربه رو باید همه افراد در همه دنیا بتونن انجام بدن با همون شرط و به همون نتیجه برسن. یعنی اگر من آزمایش میکنم یک سنگ سبک و یک سنگ کوچیکو میندازم و همزمان میرسن به زمین، یا اگر آزمایش های دیگه رو میکنم و به یک نتایجی میرسم، این رو هر کسی در هر گوشه دنیا باید بتونه همین آزمایش رو بکنه و به همین نتیجه هم برسه. خب پس بنابراین حالا از این لحظه وارد دنیای علوم تجربی به مفهوم امروزی اون میشیم. We'll be right back.
مجموعه آموزشی فارسی و ریاضیات تحصیلات ابتدایی برای افراد بالاتر از 10 سالی که به هر دلیل از امکانات آموزشی محروم ماندند، قابل دریافت به صورت رایگان از طریق اینترنت. شما نیکوکار محترم می توانید از طریق قرار دادن این مجموعه بر روی یک تبلت یا گوشی ارزان قیمت و قرار دادن آن در اختیار کودکان کار یا افراد نیازمند و یا قرار دادن آن بر روی یک تلویزیون و اهدای آن به مناطق محروم گامی مؤثر در مبارزه با بیسوادی و جهل بردارید. استفاده تجاری از این مجموعه غیر اخلاقی است، اما اهدای آن به افراد نیازمند و یا مناطق محروم موجب قدردانی و سپاس خواهد بود. خب پس با مفهوم علوم تجربی آشنا شدیم. خب حالا بشر در واقع به این نتیجه رسید که همه اون چیزهایی رو که در اطرافش میتونه ببینه، حس بکنه، وجودشون رو احساس بکنه با حسهای مختلفی که داره، تجربهشون بکنه، لمسشون بکنه، آزمایششون بکنه، همه این موجودات یعنی چیزهایی که وجود دارند در دنیای اطرافش، اینها رو میتونه به دو دسته تقسیم بکنه. یعنی یک عده از این موجودات زنده هستند، یک عدهشون هم غیر زنده. خب یه چیز منطقی مشخصی است. پس بنابراین اومد موجودات اطراف خودش رو به دو گروه تقسیم کرد، موجودات زنده و موجودات غیر زنده. خب موجودات زنده یعنی چیا؟ موجودات زنده یعنی اونهایی که حرکت میکنن، غذا میخورن، رشد میکنن، رشد و نمو دارن. هر شبت خدمت شما و از همه مهمتر اینه که تولید مثل میکنن، یعنی میتونن مثل خودشون رو به وجود بیارن. اینها رو قرار شد بهشون بگیم موجودات زنده. خب پس بنابراین حالا چیزهایی که این خصوصیات رو ندارن، یعنی حرکت نمی کنن، رشد و نمو ندارن، غذا نمی خورن، تولید مثل نمی کنن، اینها رو ایشون میگه موجودات غیر زنده. پس بنابراین به عنوان مثال این میز یا یک خودکار یک موجود غیر زنده است، در حالی که یک انسان، یک پروانه، یک شیر، یک گربه، اینها میشن موجودات زنده. خب اما بعد یواش یواش ابزاری ساخته شد و میدونیم که بشر تونست حالا یواش یواش چیزهای خیلی ریز رو هم ببینه. مثلا ذره‌بین، شما با ذره‌بین خیلی قوی میتونید چیزهای ریز رو هم ببینید. خب بعد یواش یواش انسان‌های اومدن دیدن که اگر تعدادی ذره‌بین روی هم قرار بدن، ذره‌بین‌های مختلف رو روی هم قرار بدن، میتونن خیلی چیزهای ریزتر رو هم ببینن. اینجوری شد که چیزی به نام میکروسکوپ اختراع شد. خب همینجا بد نیست که یک فرق اختراع و اکتشاف رو هم بدونیم. وقتی که بشر، انسان، یک چیزی رو که در طبیعت اطراف وجود داره هست میره پیداش میکنه، بهش میگن کشفش کرد. مثلا وقتی که شما توی بیابون حرکت میکنید یک سنگ قشنگی رو پیدا میکنید، میگن شما این سنگ رو کشف کردید. یا مثلا یک جایی ارشد خدمت شما میرید یک غاری رو پیدا میکنید، این غار رو شما کشف کردید. خب ولی وقتی که شما مثلا یک دوچرخه میسازید، حالا این دوچرخه رو شما اختراع کردید. پس بنابراین میکروسکوپ هم اختراع شد. خب چجوری؟ با قرار دادن چند تا ذره‌بین روی هم. وقتی که با این وسیله مثلا داخل یک قطره آب رو نگاه کردن، دیدن اوه بیا ببین چه خبره، تعداد بسیاری
موجودات ریز، بسیار ریز، اینا دارن هم حرکت میکنن، هم غذا میخورن، هم رشد و نمو دارن، هم تولید ارث میکنن. خب در حالی که نه جانورن نه گیاه، خب اینا رو چیکار بکنن؟ مثل چی؟ مثل همین میکروبی که دیگه همه با اسمش آشنا هستیم، موجودات بسیار ریزی که عامل بیماری های مختلف هستن. خب دیگه مثل چی؟ مثل قارچ، همین قارچی که میخوریم. خب ممکنه فکر کنید که این قارچ یک گیاهه، اما گیاهان یک خواصی دارن که مشمول این قارچ نمیشه. خب پس بنابراین موجودات زنده رو هم آمدن دستبندی کردن، گفتن حالا موجودات زنده خودشون شامل دو گروه بزرگ جانوران و گیاهان میشن. چرا؟ چون گیاهان هم درسته که حرکت نمی کنن، البته برخی از گیاهان یک حرکات محدودی هم دارن، ولی به هر صورت ولی رشد و نمو داره، غذا میخوره، تولید مثل میکنه، پس بنابراین موجود زنده حساب میشه. خب پس فعلا به دو صورت کلی جانوران و گیاهان موجودات زنده رو تقسیم کردن، ولی در سالهای بعدی یعنی در دروس دوره دبیرستان میبینیم که حالا برای اینکه این دستبندی کامل بشه، مثلا این میکروب ها یا قارچ ها اینا هم بتونن بیان وارد گروه موجودات زنده بشن، دستبندی های مقدار تغییر میکنه، که این دیگه بحث درس های دوره دبیرستان. پس فعلا از دید ما حالا موجودات زنده رو میشه به دو دسته کلی یعنی گیاهان و جانوران تقسیم کرد. خب اینا هر کدوم در صورت یک شاخه از علوم تجربی اختصاص پیدا میکنه به اینها، مثلا شاخه جانورشناسی که حالا تا دلتون بخواد ما جانوران مختلف داریم، شاخه گیاهشناسی گیاهان مختلف، که حالا در ادامه مختصری فقط در ارتباط با جانوران و گیاهان یک صحبت مختصری میکنیم، ولی به هر صورت اینها همه دیگه میشه مطالبی که در سطح از سطح دبیرستان به بعد توضیح شروع میشه. خب اما از طرف دیگه یک عده از همون ایام قدیم، از چندین هزار سال قبل، یک عده مرتب به این فکر میکردن که خب حالا این گیاهان و این جانوران و این تشکیلاتی که به هر صورت دور ما همه اینا رو مشاهده میکنیم، اینا خودشون از چی ساخته شدن؟ بعد یواش یواش به دلایلی و با آزمایشهایی به این نتیجه رسیدن که مثل اینکه اینا خودشون هم از چیزهایی ساخته شدن که در همه اینها مشترکه. در زمانهای خیلی قدیم در واقع انسان ها فکر میکردن که هر چیزی در طبیعت از چهار تا عنصر بیشتر به اصطلاح به وجود نیامده، یعنی فقط چهار تا چیز هستن که اینها کل همه چیز دنیا رو میسازن، یکی خاک، یکی آب، یکی آتش، یکی هم باد. بنابراین هر چیزی رو فکر میکردن که از اینها ساخته شده، ولی به هر صورت یواش 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 بشر متوجه شد که نه، داستان به این سادگی هم نیست. و مثلا فرض بفرمایید در همین خاک، حالا انواع خاک داریم و انواع چیزهای مختلف که اصلا خصوصیاتشون کاملا با هم فرق میکنه. یک جا خاکی رو پیدا کردن که حالا این خاک رو اگه شما یه کارهای روش انجام بدید، فرایندهای روش انجام بدید، تبدیل میشه به آهن، یک فلز بسیار سخت. جای دیگه همین خاک عرض شود یک خاک زرد رنگیست، میشه گوگرد. جای دیگه از همین خاک فرایندهایی رو روش انجام میدن و مثلا یک فلزی ساخته میشه مثل مس، که دیگه به سختی آهن نیست، میشه راحت خمش کرد، کارهایی باش انجام داد. پس دیدن نه، داستان به این سادگی هم نیست، خود این خاک خودش یک عالم داستان داره. عرض شود آه.
اومدن مثلا فرض بفرمایید یکی از روش های آزمایش این بود که فرض کنید یک درخت رو شما یک چوب یک درخت رو بسوزونید خاکسترش بکنید، بعد یک جانور مرده رو هم مثلا فرض کنید بخشی از بدنش رو بسوزونید و خاکستر بکنید، بعد اگه بتونید این خاکسترها رو با هم مقایسه بکنید آزمایش بکنید میبینید توشون چیزای مشابهی پیدا میشه، یعنی همون چیزایی که توی در واقع خاکستر بدن یک جانور پیدا میکنید در یک گیاه هم پیدا میکنید. اینا همه باعث شد که بدونن که نه داستان به این سادگی ها نیست و یواش یواش تونستن به اصطلاح عناصر بسیار مختلفی رو پیدا بکنن، مثل مثلا همین که گفتم مثل مثلا آهن، مس، نقره، این چیزها. ولی به هر صورت از همون چند هزار سال پیش بشر این تو ذهنش بود که خب حالا من اگه بیام این سنگ رو هیچ بزنم خوردش کنم کوچیکش کنم کوچیکتر و کوچیکتر و کوچیکترش کنم، یا مثلا یک تیکه آهن رو ای معتب بردارم خوردش بکنم ریسترش کنم ریسترش بکنم ریسترش بکنم، بالاخره این تا کجا ادامه پیدا میکنه، یعنی من چقدر میتونم ای اینا تیکه تیکش بکنم ریزش بکنم دو قسمتش بکنم. بعد به ذهنشون رسید که این داستان باید یه جایی بالاخره داستان تموم بشه، یعنی بالاخره من اینا هر چی شروع بکنم هی خرد کنم خرد کنم کوچیک‌ترش کنم کوچیک‌ترش کنم کوچیک‌ترش کنم به یه جایی باید برسم که دیگه نتونم این عمل خرد شدن یا تجزیه شدن رو ادامه بدم. آمدن گفتن خب به اون جایی که برسیم که دیگه نمیتونیم تجزیهش بکنیم خردش بکنیم اسم اون رو که نمیدونیم اما نمیتونیم ببینیمش که، ولی خب از نظر منطقی گفتن بایستی غالبا برسیم به یه همچین نقطه اسمشو میذاریم اتم. اتم یعنی تجزیه ناپذیر، یعنی اینا دیگه نمیتونیم کاریش بکنیم دیگه، این دیگه خودشه دیگه، بقیه حالا دیگه از جمع اینها درست شده. خب این فکری بود که در 2000 سال پیش هم به ذهن بشر رسیده بود، اما این فقط یک حدس ذهنی بود، البته حدس منطقی است، اما برای اینکه این داستان واقعا کشف بشه بشر ناچار بود این چند هزار سال رو بگذرونه تا یواش یواش چیزهای مختلفی رو یاد بگیره، چیزهای مختلفی بتونه بسازه، دستگاه های بسیار ظریف و حساسی رو بتونه بسازه، بتونه آزمایش های خیلی دقیقی انجام بده تا بفهمه این داستان اتم چیه، که برمیگرده به حدودا تقریبا همین حدود قرن گذشته، یعنی تقریبا چیزی حدود مثلا 100 سال گذشته بود که انسان به جایی رسید از نظر توانایی فنی و علمی و چیزایی که پیدا کرده بود که تونست حالا با آزمایش های هوشمندانه و دقیقی متوجه بشه که حالا این اتمه از چی ساخته، چه شکلیه و با قول معروف ساختارش چیه، به چه شکل خلاصه. که بدون اینکه وارد این داستانی بشیم که حالا چجوری این رو تونستن این چیز به این کوچیکی رو ببینن چیه چه شکلیه ساختارش چیه که اینها مربوط میشه به دروس دوره دبیرستان، اما خب برصورت بد نیست که با قیافه کلیش برصورت آشنا بشیم. خب این اتم در واقع ساختمانش به صورت خیلی ساده به این شکلی که یک چیزی داره در وسط به اسم هسته، در اطراف این هسته یک ذرات بسیار 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 کوچیکی به اسم الکترون حرکت میکنن میچرخن. پس بنابراین این وسط یک چیزی داریم به اسم هسته و بعد یک اجسام بسیار کوچیکی به اسم الکترون که اینها دور هسته اتم شروع به چرخیدن میکنن. حالا این اتم بسیار 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 کوچیکه، یعنی چون ما فعلا با واحدهای اندازه‌گیری آشنا نیستیم فقط همینقدر میگیم که این از هر چیزی که فکر بکنید کوچیکتره. خب حالا پس به این میگیم یک اتم. ساده ترین و اولین اتمی که در طبیعت وجود داره اتم هیدروژنه که با حرف H نشونش میدیم. خب این اتم هیدروژن یه دونه هسته داره
یه دونه هم الکترون که دورش میچرخه، به همین سادگی. خب اما اتم بعدی چی میشه؟ اتم بعدی که پیدا میکنن به این شکلی که حالا به جای یه دونه از این الکترون ها دو تا الکترون داشته باشه، میشه یک اتم دیگه. اگر سه تا داشته باشه میشه یک اتم دیگه. پس همینجور که تعداد این الکترون هایی که دور هسته میچرخن زیادتر میشه، هویت اتم هم عوض میشه. در واقع به زبان علمی بهش میگیم که عنصر هم عوض میشه. یعنی اینکه تفاوت بین اتمی که یه دونه الکترون داره یعنی هیدروژن با اتمی که دو تا داره و با اتمی که سه تا داره، درست مثل اینه که بگیم تفاوت بین مثلا فرض بفرمایید آدمیزاد با تفاوت بین اسب و مثلا تفاوتش با مثلا فرض بفرمایید پروانه. اینا سه تا چیز جداگانن، اون آدمیزاده، اون پروانه است، اون مثلا اسبه. حالا اینا هم به همین شکل، یه دونه الکترون که فقط به این اضافه بشه هویت این عوض میشه، اسمش عوض میشه، شخصیتش عوض میشه، همه چیش عوض میشه، به قول معروف میشه یک موجود جدید یا به عبارتی یک اتم جدید. خب پس بنابراین بشر متوجه شد که حالا تعداد خیلی زیادی عنصر در طبیعت وجود داره که همه این عنصرها در واقع همین اتم هایی هستند که حالا تعداد الکتروناشون فرق میکنه. هرچی تعداد الکترون فرق بکنه عناصر جدیدتری به وجود میاد. یعنی گفتم یه دونه الکترون که اضافه میشه یک عنصر جدید به وجود میاد. تا حالا بیش از 100 عنصر در واقع در طبیعت کشف شده. چرا میگم کشف؟ چون وجود داشته، بشر پیداشون کرده و هر کدوم از اینها یک اسم اختصاص میدن و یک علامت شیمیایی که با این علامت در واقع اینها رو بشه راجبشون صحبت کرد. خب پس ساده ترین عنصری که در طبیعت وجود داره هیدروژنه که یه دونه الکترون داره که دور هسته میچرخه. حالا اگر تعداد این الکترون هایی که دور هسته میچرخه رسید به 11 تا، خب برسه به 11 تا، عنصری که به وجود میاد اسمش هست سدیم. عنصر اولی که هیدروژن بود یک چیزیست که گازه، یعنی به شکل گاز در طبیعت وجود داره. گازم حالا دیگه میدونید مثل هوا، مثل هوایی که وجود داره، مثل هوایی که توی بادکنکه، مثل گازی که توی کپسول گازه، به اینها میگیم گاز. حالا دقیق تر در مباحث بعدی دقیق تر توضیح میدم، ولی به هر صورت هیدروژن یعنی اون اولین عنصر ما با یک الکترون یک گازه. اما وقتی میرسیم به 11 تا الکترون که دور هسته بچرخن، عنصری که به وجود میاد اسمش میشه سدیم. که حالا این سدیم برخلاف مثلا فرض بفرمایید آهن، یک فلزی است که مثل پنیر نرمه، یعنی شما میتونید با چاقو مثل پنیر این رو برش بدید، ولی از طرفی فلز بسیار خطرناکیه. یه تیکه از این فلز اگه بندازید تو آب آتیش میگیره. پس ببینید چقدر فرق میکنه. حالا تعداد الکترون ها رو دو تا بهش اضافه بکنید، یعنی 11 تا بشه 13 تا الکترون دور هسته بچرخن. به جای سدیم عنصری که پیدا میشه اسمش میشه آلومینیوم، همین آلومینیومی که در پنجره ها رو ازش میسازن. پس ببینید چقدر تفاوت شد بین اضافه شدن دو تا الکترون. دو تا الکترون قبل سدیم بود، فلزی که با مثل پنیر میشه با کارد بریدش، یه تیکش هم بنزید تو آب آتیش میگیره. دو تا الکترون بهش اضافه کردیم شد آلومینیوم. حالا تعداد الکترون ها رو برسونید به 17 تا. به محضی که تعداد الکترون ها شد 17 تا، دو مرتبه تبدیل میشه به یک گاز. یعنی حالا عنصری که به وجود میاد، یعنی عنصری که دور هستش 17 تا الکترون میچرخه، یک گاز به اسم کلور.
که یک گاز سمی هم هست، همون گازی است که دیگه حتما میدونید اسمش، باش آشنا هستید، به عنوان ضد عفونی کننده مثلا فرض بفرمایید تو آب استخر میریزن یا تو آب میریزن برای اینکه میکروباشو بکشه. پس یک گاز سمی هم حساب میشه. تنفس اگه کسی این گاز رو تنفس بکنه کشته میشه، مسموم میشه به شدت و میتونه که کشته بشه. خب پس این شد داستان اتم، که حالا همینجور که این تعداد الکترون ها زیاد میشه اتم های مختلفی به وجود میاد، آهن به وجود میاد، نمیدونم جیوه به وجود میاد. جیوه مثلا، جیوه یک عنصری است که به شکل مایعه. الان ببینید، الان اینجا من در این شیشه یکم جیوه دارم، این یک فلز مایع. خب در حالی که ببینید اینم یکم گوگرده، یک مثل خاک نرم زرد رنگ که باش آشنا هستید. چرا؟ چون کبریت رو از گوگرد میسازن. خب پس این شد داستان اتم، که هرچی تعداد این اتم ها، الکترون ها زیاد بشه عناصر جدیدی میسازه. خب اما اینها مربوط به درسی است به نام شیمی که در دوره دبیرستان شروع به آموزشش میکنیم. خب اما این اتم ها که همه جهان و همه چیز از این اتم ها تشکیل شده، در واقع مثل آجرهایی میمونه که شما باش میتونید همه چیزو بسازید. یعنی همه دنیا از این اتم ها ساخته شده، در واقع از این آجرها ساخته شده که به شکل های مختلف کنار هم چیده شده و ازش چیزهای مختلفی رو میسازن. حالا یک میخ آهنینی که شما در نظر بگیرید، یا مثلا فرض بفرمایید یک چیز مسی رو، یا همین گوگرد یا جیبه، اینها در واقع همش فقط همینه. یعنی یک میخ آهنی تعداد بسیار بسیار زیادی اتم آهنه که با همه دیگه، هیچ چیز دیگه غیر از اتم آهن نیست، یا یک مس همینجور. اما یک موادی هم در طبیعت وجود داره که حالا با آجرهای مختلفی ساخته شده، یعنی با اتمهای مختلفی ساخته میشه. مثلا اگر شما یه دونه اتم به اسم اکسیژن، همین گازی که حتما باید باشه که ما باش تنفس بکنیم زنده بمونیم، یه دونه اتم اکسیژن و دو تا اتم هیدروژن بذاری کنار هم، اینا یه جوری به هم میچسبن، تبدیل میشه به آب. همین چیزی که اگه نباشه زندگی هم نیست. پس در واقع در علوم تجربی، در علم شیمی اینجوری میگن، میگن فرمول آب یا فرمول مولکول آب هست دو تا هیدروژن، یعنی دو تا H و یه دونه O که می نویسن H2O یا H2O. خب پس ما به یک چیز جدید رسیدیم بعد از اتم، به یک چیزی به اسم مولکول. پس از کنار هم گذاشتن چند تا اتم که به یک شکل خاص اینا رو با هم وصل بکنید، چیزی حالا به دست میاد به اسم مولکول، که حالا با این مولکول ها میشه به هم چسبوند و حالا چیزهای دیگر رو به وجود آورد. خب همجور که گفتم، مثلا فرض کنید که الان این یک مولکول آب باشه. یعنی چی؟ یعنی این زرد رنگ بزرگه یه دونه اکسیژنه، یک اتم اکسیژنه، اینا هم دو تا اتم هیدروژن که به هم وصل شدن شده یک مولکول آب. خب حالا همه موادی که ما باشون سر و کار داریم، پس ببینید حالا داریم یواش یواش همینجور با کلمات و اصطلاحات جدید آشنا میشیم. حالا آب، حالا دیگه بهش میگیم یک ماده. آب یک ماده است که تشکیل شده از تعداد بسیار زیادی مولکول‌های آب. پس یک لیوان آب که شما، یک ظرف آب که دارید اینجا، در واقع این لیوان آب شما دارای میلیاردها، تعداد بسیار زیادی
مولکول آبه، منتها همش مولکول آبه. اگر لیوانتون آب خالص باشه، که حالا میگم اینا تعریف هاییست که بایستی در جلسات آینده باشون آشنا میشیم که اصلا خالص یعنی چی این تشکیلات. ولی فعلا اگر یک لیوان آب داشته باشیم که فقط آب باشه، که بهش میگن آب خالص، توش فقط مولکول های آبه. خب حالا اگر این ماده‌ای که ما داریم که مثلا مادهمون آب باشه، شروع بکنیم به جدا کردن این مولکول ها از هم، چجوری میشه مولکول ها رو جدا کرد؟ مولکول های آب رو به سادگی شما میتونید جدا کنید. کافیه ظرف آب رو بذارید روی شعله، گرمش بکنید، بخار میشه. این بخار همین مولکول های آبه که حالا داره به صورت بخار پخش میشه توی هوا. خب پس این آب یا ماده آب تشکیل شده از مولکول های آب. حالا اگر برسیم به این مولکول و تصمیم بگیریم که دیگه حالا دیگه این رو هم بشکنیم، دیگه حالا رسیدیم به میرسیم به اتم هاش. پس یک ماده خالص مثل مثلا آب یا هر ماده دیگه که هر اسمی داشته باشه، این از مولکول های ساخته شده که همه اون مولکول هاش یک ماده خالص ها. باز میگم کلمه خالص حالا واسه در آینده بیشتر توضیح بدیم، ولی الان مطمئنم که همه تو مفهومشو میدونید دیگه، یعنی فقط همون باشه، مثل آب که فقط آب باشه. این همه مولکول های اون ماده از اون مولکول خاص تشکیل شدن و با همون خاصیت، یعنی هیچ فرقی بین خاصیت مولکول آب با مولکول آب دیگه وجود نداره. من اگه دو تا مولکول آب داشته باشم، هر دو مشابه هم هستن. حالا مثلا فرض بفرمایید اینجا تو این ظرف چیله ها، ببینید فرض کنید اینا همه مولکول های آب باشن، هیچ تفاوتی بین خواص فیزیکی شیمیایی این مولکول های آب نیست. که خاصیت فیزیکی چیه، خاصیت شیمیایی چیه، این چیزیست که دیگه در جلسه آینده میریم سراغش. خب پس خلاصه مطلب در این جلسه با تعریف علوم تجربی آشنا شدیم، فهمیدیم که اصلا علم به مفهومی که امروزه به کار میبریم در مدرسه، دبیرستان و دانشگاه چیزیست که جدیده، حدود 400 سال از تولدش میگذره. قبلا چیزی که راجع به علم، کلمه علم صحبت میشد، هیچ ارتباطی به این علمی که ما امروز ازش صحبت میکنیم نداره. این علم مبتنی است بر تجربه، یعنی چیزهایی رو باید بپذیریم درش که تجربهش بکنیم و تجربه ما بگه که درسته. تجربهش هم بایستی برای همه امکان پذیر باشه، نه اینکه من تجربه کردم درست در مطام باید بپذیری، نه، همه باید بتونن این تجربه رو انجام بدن و به همون نتیجه هم برسن. این شد علوم تجربی. بعد دیدیم که موجودات رو راجع به صحبت کردیم، موجودات زنده، موجودات غیر زنده، دستبندی هایی که توش میشد، و بعد گفتیم حالا همه این تشکیلات از چی ساخته شدن؟ از اتم ها. اتم ها رو راجع به صحبت کردیم و بعد رسیدیم به مولکول که خودش از چند تا اتم تشکیل میشه، مثل مولکول آب که از دو تا اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن تشکیل شده. یک ماده خالص هم خودش از تعداد زیادی مولکول های مشابه تشکیل شده. خب این مطالب تا اینجا، امیدوارم که استفاده کرده باشید. جلسه بعدی میریم حالا یه مقدار دقیق تر در ارتباط با خواص فیزیکی و خواص شیمیایی صحبت میکنیم و بعد در صورت ببینیم که مطالب بعدی رو چی هستن و چجوری در ارتباط با صحبت بکنیم. امیدوارم از این ویدیو استفاده کرده باشید. گفتم سطح این ویدیو و صورت روال تدریسش و چیزهایی که مطالبی که من گفتم در حالی که در حد دوره ابتدایی است یک کمی هم بیشتر، ولی به هر صورت به سبک و روش دیگه بیان شد. در واقع من احساسم اینه که فرضم بر اینه که شنونده ها چه کودکان خردسال باشن و چه افراد بزرگسال، به هر صورت با این مفاهیم آشنا هستند.
و دیگه مطالب از اون سطح بسیار بسیار ابتداییش شروع نکردم، که البته من فکر میکنم الان حتی بچه های ما هم در همون کلاس اول دبستان هم و هر صورت با خیلی از این مطالب از طریق کتاب های قصه ای که خوندن، فیلم هایی که دیدن، برنامه هایی که تو تلویزیون میبینن با اینها آشنا هستن و مطالب براشون قابل درک بوده. و اصلا امیدوارم از این ویدیو هم استفاده کرده باشید. تا جلسه آینده و ادامه مبحث، موفق باشید.